به نام خدا. موضوع این ویدئو ارائه توضیحاتی درباره فرضیه ها و مدل ها در علوم اجتماعی است. اولین نکته اینه که بگیم فرضیه چیست. فرضیه در واقع یک جمله خبری است که میان دو یا چند متغیر رابطه ایجاد می کند. به عنوان مثال، درآمد بر رضایت شغلی تأثیر مثبت دارد، یا میتونیم بگیم درآمد بر رضایت شغلی تأثیر مستقیم دارد. یعنی درآمد که افزایش پیدا میکنه رضایت شغلی هم زیاد میشه، و درآمد که کاهش پیدا میکنه رضایت شغلی هم کاهش پیدا میکنه. پس فرضیه یک جمله خبری است و درون هر فرضیه تعدادی متغیر و رابطه بین متغیرها وجود داره. فرضیه ها رو در واقع ما از مرور نظریه ها، مرور پژوهش های پیشین و گاهی هم از حدس و گمان خودمون به عنوان محقق تولید میکنیم. در واقع در فصل دوم گزارش پژوهش که فصل مرور پیشینه هست، هدف ما تولید فرضیه هاست. به همین خاطر به سراغ تعاریف، نظریه ها و پژوهش های تجربی پیشین میریم، اونا رو به خوبی مطالعه میکنیم، نقد میکنیم گاهی، و تلاش میکنیم پاسخ سوالات تحقیقمون رو در این پیشینه ها جستجو کنیم و در انتهای فصل دوم فرضیه و مدل تولید کنیم. گاهی اوقات همونجور که عرض کردم، منبع تولید فرضیه ها حدس و گمان محقق هست. ایرادی نداره که محقق گاهی برای تعدادی از فرضیه هاش پیشینه یا نظریه مناسبی سراغ نداشته باشه، بلکه از روی حس خودش، از روی شهود خودش مایل باشه فرضیه هایی رو چک کنه. البته فرضیه های اینچنینی معمولا در اقلیت هستند و اکثریت فرضیه هایی که در انتهای فصل دوم پژوهش تولید میشن مبتدی بر نظریه ها و تجربه های پژوهشگران پیشین هستند. همونطور که عرض کردم، کار فرضیه ها پاسخ دادن به سوالات پژوهشه. سوالات پژوهش در فصل اول بعد از بیان مسئله طرح شدند. این فرضیه ها در واقع پاسخهای موقت به این سوالات تحقیق هستند. چرا موقت؟ چون قرار هست در فصل بعد که فصل روش هست، ابزارهایی برای سنجش تولید بشه و سپس داده‌های جمع‌آوری بشن تا در فصل چهارم که فصل یافته‌ها نام داره، فرضیه‌ها به محک آزمون گذاشته بشن و از طریق داده‌ها تلاش کنیم که ابطال پذیری یا ابطال نشدن اونها رو بررسی کنیم. پس فرضیه ها رو میتونیم پاسخ های موقت به سوالات پژوهش بدونیم. فرضیه ها حداقل در یک نوع دسته‌بندی میتونن بیانگر همبستگی میان دو یا چند متغیر باشند و یا بیانگر رابطه علی میان یک یا چند متغیر باشند. همبستگی ها به معنی همتغییری هستند. دو متغیر با هم زیاد میشن، با هم کاهش پیدا میکنن، یا همبستگی معکوس دارن، یعنی یکی که افزایش پیدا میکنه دیگری کاهش پیدا میکنه، و یکی که کاهش پیدا میکنه دیگری افزایش پیدا میکنه. دو متغیر که با هم تغییر پیدا میکنن لزوماً به معنی علیت نیست، بلکه علیت شروط دیگری رو هم داره. یک شرط علیت علاوه بر هم تغییری، تقدم زمانی علت بر معلول هست، و شرط دیگر در واقع
این هست که رابطه بین دو متغیر، یعنی همبستگی بین دو متغیر کاذب و ناشی از وجود یک متغیر سوم نباشه. گاهی اوقات ما همبستگی بین دو متغیر رو کاذب مینامیم. به عنوان مثال، در یک مثال معروف گفته میشه که هر وقت فروش بستنی یا مصرف بستنی در کشور افزایش پیدا میکنه، تعداد کسانی که در دریا غرق میشن هم افزایش پیدا میکنه. خب به نظر میرسه که هیچ ربط منطقی بین این دو متغیر وجود نداره، ولی همبستگی آماری بینشون وجود داره. برای تبیین این موضوع میگیم که هر دو متغیر مصرف بستنی و تعداد غرق شدگان در دریا متأثر از متغیر سومی هستند که در واقع گرمای هواست. وقتی هوا گرم میشه هم فروش بستنی زیاد میشه و هم آدم‌های زیادی به دریا میرن و خب آدم‌های بیشتری هم غرق میشه. این چنین همبستگی‌ها رو همبستگی کاذب مینامیم. این نوع همبستگی‌ها رو پیدا کردن چندان کمکی به ما نمی‌کنه، بلکه ما تو پژوهش‌های اجتماعی تلاش می‌کنیم همبستگی‌های واقعی و روابط علّی و معلولی رو معمولاً پیدا کنیم. فرضیه ها راهنمای ما در پژوهش هستند. در واقع در انتهای فصل دوم وقتی فرضیه ها تولید شدند، بقیه پژوهش بر اساس این فرضیه ها به جلو میره. در واقع کاری که در فصل سوم میکنیم، یعنی ابزار سنجش میسازیم برای آزمودن فرضیه هاست. کاری که در فصل چهارم میکنیم و تحلیل آماری انجام میدیم برای بررسی تایید یا عدم تایید فرضیه هاست، و همین تایید یا عدم تایید فرضیه ها رو ما یافته پژوهش محسوب میکنیم. بنابراین فرضیه ها نقش کلیدی در کیفیت پژوهش و تولید یافته های جالب و جذاب دارند. برای اینکه فرضیه ها رو آزمون کنیم، ما ابزارهای سنجش تولید میکنیم یا البته از ابزارهای سنجش دیگران استفاده میکنیم. سپس با تکنیک های آماری رابطه میان مفاهیم، رابطه میان متغیرها که در فرضیه ها بیان شده رو آزمون میکنیم. نتیجه این آزمون آماری گاهی اوقات ابطال فرضیه و گاهی اوقات عدم ابطال فرضیه هست. اما مدل های نظری چیستند؟ هنگامی که ما مجموعی از فرضیه ها رو در کنار هم قرار میدیم، مدل های نظری تولید میشن. استدلال ما این هست که در فرضیه ها معمولاً دو متغیر وجود داره، در حالی که در جهان بیرون هرگز دو متغیر ایزوله و در واقع جدا از دیگر متغیرها با هم رابطه ای ندارند. در جهان واقعی متغیرها با هم و همزمان عمل می کنند. بنابراین مدل های نظری بر فرضیه های منفرد ارجحیت دارند. مثال هایی از مدل های نظری رو اینجا خدمت شما معرفی میکنم. به عنوان مثال تو این مدل که مربوط میشه به یک پژوهش، محقق تلاش کرده مسیر به وجود اومدن رفتار اجتماعی مثبت یا رفتار اجتماعی در واقع منفی کودک رو تبیین کنه، یعنی مسیر علیش رو مشخص کنه. متغیرهای بیرونی که اینجا مشاهده میکنید متغیر وابسته هستند و اینها خودشون متأثرن از متغیرهایی که مربوط به والدین هستند و بعد هم متغیرهایی که مربوط به وضعیت اقتصادی خانواده هستند. ملاحظه میکنید که هر کدوم از این فلش ها در واقع یک فرضیه است و در این مدل ما 2, 4, 6, 8 فرضیه داریم که این فرضیه ها کنار هم قرار گرفتن. موقعی که ما میخواییم مدل ها رو آزمون کنیم،
کلیت مدل رو آزمون میکنیم، یعنی حضور همزمان 8 پیکان یا 8 فرضیه رو آزمون میکنیم که خود تکنیک های آماری مختص به خودش رو داره. اینجا هم محقق تلاش کرده که در یک مدل بارداری نوجوانان رو تبیین کنه با دسته ای از متغیرها که مربوط به بی‌سازمانی اجتماعی است و پشت سر اون دسته ای از متغیرها که جمعیت شناختی و شاخص‌های اقتصادی اجتماعی هستند. مجموعی از فرضیه‌ها در این مدل ملاحظه میشه. مدل دیگه مربوط میشه به تبیین ناسازگاری مردان در خانواده های ایران، که خب باز هم ملاحظه میفرمایید که تلاش شده این در واقع متغیر ناسازگاری با مجموعی از متغیرهایی که پشت سر اون قرار گرفتن تبیین بشه. باز هم هر کدوم از این فلش ها یک فرضیه هستند و البته این فرضیه ها در کنار هم مدلی رو تولید کردند که اطلاعات خیلی بیشتری از یک فرضیه منفرد داره. و مثال آخر مدلی است که تلاش کرده موفقیت تحصیلی دانشجویان رو توضیح بده با ارجاع به رابطه میان استاد و دانشجو. اینجا هم ملاحظه می‌کنید که تعدادی فرضیه کنار هم قرار گرفتن، بین مفاهیم ارتباط ایجاد شده با این هدف که به شکل جامع‌تر موفقیت تحصیلی دانشجو توضیح داده بشه. برای شما آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.